دوستان سلام دوباره به همه شما. من معمولا کلاس های خودم رو توی مایکروسافت تیم انجام میدم و این برای اولین بار است که دارم توی گوگل کلاس کار میکنم. ممکنه یک کمی تا یاد بگیرم و به فوت و فنش آشنا بشم طول بکشه. خب لطفا یک کمی حوصله داشته باشید با من و خب خوشحال هستم اینجا هستم با شما. یک تعدادتون که از قبل میشناسم، با هم کلاس داشتیم سال قبل و با واقعی هم آشنا خواهم شد انشاءالله به زودی، و معذرت که این فاصله من بین کلاس انداختم چون میخواستم زودترم بیام ولی متاسفانه نشد. ولی خب همیشه با شما در جریان بودم و مخصوصا مهراد احسان همیشه تماس میگرفتم و تلاش کردم که این کلاس ها رو دوباره راه بندازیم و امیدوارم که فعلا ادامه بدیم لااقل هفته 2 ساعت رو روزی هفته 1 بار چهارشنبه ها، ولی ممکن هست بعض وقتا روز منجوبش رو عوض بکنم که امیدوارم شما بفهمید دیگه، متاسفانه دست خودم نیست، ولی سعی میکنیم هفته 1 کلاس 2 ساعته باشه. و چون یکم خودم معرفی میکنم، ممکنه شاگردهای جدید توی کلاس باشن، ولی شاگرد که نمیگم چون من خودم شاگرد هستم و همیشه در حال یاد گرفتن باید باشیم. الان اینو براتون می‌نویسم، این جمله جالبی هست: سجا اون اترنو اپرنجیس. خب سجا که امری هست یعنی باش، اوکی؟ باش. اون که همه تو نگه میدونید چی هست؟ یک هست. اترنو یعنی همیشگی، جاویدان. و اپرنجیز هم که معنی یاد گرفت، کسی که همیشه میخواد یاد بگیره، همون معنی مثلا شاگرد ولی معنی عرفانیش میدونید؟ یعنی کسی که همیشه میخواد یک دونه، نه مثلا همون معنی دانش آموز میده، همون معنی شاگرد میده، ولی یک معنی مثلا عرفانی میده. اونایی که مثلا قبلا ها میرفتن برفرض کیلومترها یا هزاران کیلومتر مسافرت میکردن که مثلا از ایران برن یونان فلسفه یاد بگیرن، یا از یونان بیان ایران فلسفه مثلا یاد بگیرن از زرتشت و شاگرداش. اپرنجیز همون شاگرد و دانش آموز است ولی یه معنی خیلی شاعرانه تر داره، یعنی همیشه در حال یاد گرفتن باش. همیشه همون شعری هم هست که ما فارسی داریم: زگهوار تا گور دانش بجو. این همون معنی میده سه جامعه تر اپرنجیز. و اینجا همون باید با همون داریم با هم یاد میگیریم و پس شاگرد و معلم اینجا نداریم. و اینجا چت هم هست، نه؟ وکی من باید کش بکنم. من معمولا الان من تقریبا 30 سال است که کار میکنم مثل معلم یا مثل اترن اپرنجیس، مثل شاگرد همیشگی، و همیشه هم بیشتر توی ریاضی و فیزیک و این چیزا بودم. من خب بعض وقتا هم قبلا مثلا 20 سال قبل من یک کلاس پرتغالی برای برزیلیا داشتم توی برزیل، ولی خب جریان متفاوتی بود. الانم خب این تجربه خوبی است چون خودم دارم خیلی یاد میگیرم با شما و امیدوارم که الان همه با هم یاد بگیریم. من معمولا از شاید از 15 سال 20 سال قبل تمام کلاسامو، هیچ فرقی نمی کنه توی برزیل بودم توی کانادا الان هستم،
تمام کلاس هم با یک دونه جمله شروع میکنم که اولی کلاس یک کمی فکر بکنیم، میدونید این اینجا از رومی یا اینا هومی میگن، چون معمولا پرتغالیا برزیلیا آر اول اسمو ه صدا میکنن، ولی خب بعضی جای برزیل هم هست که همون ر صدا میکنن، ر غلیظ. رومی همون مولوی خودمون هست، درسته؟ ولی خب مثلا ما باید وقتی که صحبت میکنیم توی هر کشوری هستیم با همون تلفظی که اونا، و حتی مثلا اگر که این شخص از کشور ما هم باشه، ما نمیتونیم بگیم مثلا مولوی و مولانا، اینا چه نخواهم فهمید، باید دقیقا همون تلفظ خودشون بگیم، هومی او یا رومی. بعد که مثلا خب توی یک محیطی باشیم که خیلی تکرار میکنیم و مثلا دوست هستن، شاگرد همون هستن، این چیزا، اون موقع میتونیم کم کم بهشون اسم واقعی هم یاد بدیم. مثلا کوروش، کوروش کبیر، اینا میگن سیرو، و اگر ما بگیم کوروش اونا هیچ نمیفهمن بخوایم راجع به کوروش صحبت کنیم، باید دقیقا همون اسمی رو بگیم که اونا استفاده میکنن، سیرو اوگرانجی که میشه کوروش کبیر. رومی یک شاعر خیلی عزیز است توی کشورهای غربی، برای خیلی از ادبشناسان غربی رومی بزرگترین شاعر عرفانی تمام تاریخ است و خیلی طرفدار داره توی تمام کشورهای غربی، توی برزیل هم همینطور. کتاب مثنوی به طور کامل ترجمه شده پرتغالی و کتابچه‌های دیگه هم هست که شعرهای رومی رو داره و شعر دیگه مثل عطار، سعدی، گلستان سعدی کاملا ترجمه شده، کتاب های عطار چند تاش ترجمه شده، حاج عبدالله انصاری، اینا تمام پرتغالی هست، متاسفان حافظ و فردوسی نیست، ولی خیلی از شعرهای ایرانی هست، مثلا جامی کتاب لیلی مجنون کاملا ترجمه شده به پرتغالی. اگر یک موقع یواش یواش من کتاب های گیر بیارید و شروع کنید به خوندن، خیلی کمک میکنه به یاد گرفتن زبونتون. اونجی کر که بسه استیجا سیجا اعالما دلوگار، اونجی کر که بسه استیجا سیجا اعالما دلوگار. خب شما میتونید اینو ترجمه کنید و بگید این چه منظور میرسونه رومی. من همین رومی استفاده میکنم که ما یاد بگیریم یواش یواش مثل خودشون اسم مولوی رو بگیم. این جمله رومی شما میتونید یک ایده ازش دارید که چه معنی میده؟ مهراد، احسان، الناس، امیر، سلمان، مرسا، کمپون نباشید. هیچ ایده ای دارید؟ چی میخواد بگه؟ خب فعلا میدونم کلاس اول هستم، کم رو هستم، خودم با شما شروع میکنم. اونجی هم معنی کجا میده که سوالی میشه، و هم معنی جا میده، هر جا، درسته؟ هم معنی کجا میده که سوال میخواد بکنی، و هم معنی هر جا یا جا میده که سوالی نیست، که جمله امری است. اونجی که یعنی هر جا که میخواد باشه، هر جا که میخواد باشه. که یه چیز جالبی است که توی زبان پرتغالی همون معنی که و چه توی فارسی میده و خیلی کمک میکنه که آدم بتونه راحت جمله سازی بکنه، دقیقا همون استفاده داره که توی فارسی میگه هر جا که تو واسه استیجا باشی، هر جا که تو باشی. اینجا امر میکنه، سیجا همون سیجا اینجا است، یعنی باش، آلما که میشه روح، سیجا آلما دو لوگار، یعنی هر جا که تو میخوایی باشی، هر جا که تو باشی روح اونجا باش، یعنی انقدر تو مثبت باش که با روح تو، با بودن تو اونجا روشن بشه. اونجی که واسه استیجا
سرژ آمد و لوگار. و شما حتما کسانی میشناسید که توی محیط میدید این آدم اینقدر مثبت هست که اون محیط به شما انرژی میده و بعضی جا شما وارد میشید یک نفر توش هست که اینقدر منفی هست که مثلا شما رو کاملا رویت رو میاره پایین. خب مولوی بدون شک در زمان خودش خیلی یک روانشناس کامل بوده و همینطور است که فروید یکی از بخشای کتابش، کتاب تعبیر رویا، یکی از بخشای مهمش راجع به مولوی صحبت میکنه و خیلی از روانکارهای جدید توی غرب از داستانهای مولوی استفاده میکنن برای تراپی مشتریهاشون و این هم دلیلش هست که اینقدر طرفدار داره توی غربیا. اوکی، خب دوستان شروع میکنیم. پرتوگیز پارا پرساس، پرسا همون ایرانیانوس. اوکی، پرسا و ایرانیانو هر دوتا یه معنی میده، یعنی کسی که از ایران هست. پرسا و ایرانیانو یعنی کسی که از ایران هست. حالا بدون چون برای مثلا ما خودمون که ایران هستیم میدونیم که توی ایران نژادهای مختلف وجود دارن، مثل کردی، لوری، ترکی، آذری، بلوچی، ولی برای خارجی ها این چیزا رو نمیشناسن. برای اونا وقتی میگن پرسا یعنی کسی هست که ایرانی هست. حالا شما تو ایرانی آذری باشید، ایرانی شیرازی، ایرانی بلوچ، برای اینا همه ما پرسا هستیم. و ایرانیان هم که همون هست، ایرانی و پرسا هر دو تاش یک معنی میده. و این اوکی، پس شروع میکنیم کلاس رو. این کتابی که انتخاب کردیم که مهراد زحمت کشید دو تا کتاب برای من فرستاد، من دو تا رو خوندم و چند کتاب دیگه هم دیدم و این کتابه به نظرم برای کار ما بهتر هست. و به طور کلی من کتاب یه نگاهی سریع کردم از اول تا آخرش. اگه ما این کتاب رو بگیریم و صفحه به صفحه پیش بریم و تمام پیشنهادات این نویسنده‌های کتاب انجام بدیم، وقتی برسیم به آخرین کتاب مطمئناً پرتغالی ما از پرتغالی شاید بیشتر از 90% برزیلیا بهتر خواهد بود. ولی خب همه چیز بستگی به ما داره، هم باید سخت کار بکنیم. از زبان یاد گرفتن مثل درس خوندنه، اگر باید یک ساعت در روز داشته باشیم برای خوندن ریاضی یا فیزیک و همون نسبت باید یک ساعت در روز داشته باشیم برای خوندن زبان. بنابراین چون این کلاس فقط فعلا یک بار در هفته هست، شما خودتون باید که خونه زیاد کار بکنید. میدونی یعنی همیشه یک چند قدم از کلاس جلوتر باشید که وقتی کلاس بعد میاید هم ایده دارید که چی میخواییم بخونیم و هم میتونید سوال بکنید. چون به نظر من تمام شما که توی این گروه هستید داریم با هم درس میخونیم، متاسفانه هنوز یکی به یکی نمیشناسم، ولی خب همه شما مطمئنا در یک سطحی هستید که میتونید خودتون کتاب بگیرید بخونید و هر چیز رو یاد بگیرید. و اینجا که هستیم یه چیزایی هست که مثلا توی کتاب نیست، میتونید با هم دیگه یاد بگیریم. به خاطر همین شما مثلا میتونید سوالاتتون رو توی میارید اینجا، چون مطمئنا سوال یکی از شما سوال 10 نفر دیگه هم هست. پس بنابراین سعی کنیم بیشتر هر مثلا شکی سوالی که داریم بیاریم اینجا و سعی کنیم با هم یاد بگیریم. من خودم یادم از وقتی پرتغالی یاد میگرفتم خیلی سوال داشتم، ولی خب اون موقع کسی نبود، توی شهر ما ایرانی نبود. بعض وقتی یه ایرانی که پیدا میکردن حوصله نداشت که خود توضیح بده یا خودش هم نمیدونست. ولی خب الان چون توی این گروه الان میبینم 20 و چند نفر هستیم، تقریبا 30 نفر هستیم، خب اصلا میتونیم یاد بگیریم خیلی چیزا رو. پس سوالاتونو بیارید، این بهترین قسمت کلاس خواهد بود وقتی که ما مثلا میشینیم راجع به سوالای شما صحبت میکنیم و با هم یاد میگیریم. اوکی، خب الان قبل از که شروع بکنیم شما هیچ سوالی دارید که من بتونم جواب بدم یا ازش یاد بگیرم که توی این کلاس اجرا بکنه؟ هیچ پیشنهاد یا سوالی دارید؟
چیزی نیست؟ فعلا که هیچ سوالی نیست، بس میتونیم شروع کنیم. اوکی، این کتاب رو الان شما باز میکنید تا یکم راجع به کتاب صحبت بکنیم. من بازش میکنم اینجا. خب اسم این کتاب بین ویندو یعنی خوش آمدید. ببیندو یعنی خوش آمدید، درسته؟ الینگا پورتوگیزا نوموندو در کومونیکاسان لینگا پورتوگیزا نوموندو در کومونیکاسان. اوکی، لینگوا که زبان میشه و همون زبان، هم زبان صحبت کردن میشه و هم زبانی میشه که یک عضو بدن هست، درست؟ دقیقا مثل فارسی. میدونید که توی انگلیسی اینجور نیست، ما میگیم لنگویج و با میگیم تانک، دو تا چیز متفاوت هست برای یه زبان که جزء بدن اون هست. ولی توی پرتغالی لینگوا همون زبان هست، هم زبان چیز هست مکالمه و هم زبان عضو بدن. و اینم که میدونید حتما وقتی که ما یه دونه اسنت رو داریم، این چیزایی که مثل همزه است بالای یک حرف میاد، این قسمت باید بکشید. سیلاب رو باید کشید، این مهم هست. اوکی؟ لینگوا هم دقیقا جایش که چیز هست، جایش که این اسنتو داره بهش میگن اسنتو، ما باید بکشیم. الینگوا پورتوگیز وقتی که نداره، وقتی که این اسنتو توی کلمه نیست، ما سیلاب ما قبل آخر رو میکشیم. وقتی که اسنت رو نداریم، ما سیلاب ما قبل آخر میکشیم. من اینو دیدم که دوستانی که حتی مثلا 10 سال، 15 سال، 20 سال توی برزیل هستن به این نکته توجه نمی کنن و صحبت هم می کنن درست، ولی طرف متوجه نمیشه، چون ما دقیقا جایی که باید بکشیم سیلا باید روش فشار بیاریم، فشار نمیاریم. پس یادتون باشه وقتی که اسنتو داریم روی اسنتو لینگوا یه کمی بیشتر کشیده میشه. پورتوگیزا این ما قبل آخر ما میکشیم. پورتوگیز نو موندو، موندو ده کومونیکاسان. بعد الینگا پورتوگیز نو موندو ده کومونیکاسان. موندو که میشه جهان و کومونیکاسان دو تا معنی میده، هم معنی ارتباطات میده و هم معنی مکالمه میده بین دو نفر یا چند نفر. اینجا من فکر کنم منظورش همون در دنیای ارتباطات هست، میدونی در اصل ارتباطات. یعنی الینگا پورتوگیزا نوموندو ده کومونیکاسیون، یعنی زبان پرتغالی در جهان یا در اصل ارتباطات. این کتاب سه تا نویسنده داره که اسمشون نوشته اونجا،
و چند صفحه اولش مقدمه است و تقدیمی کتاب است و فهرست کتاب و این چیزا که ما فعلا ازش میگذاریم. بعدش میرسید دو تا زمینه داره، اینا خیلی مهم هستن. اولیش تمپوس وربایس مایز اوزادوس. وقتی شما برسید پایین یک دونه جدول آبی هست تقریبا بعد از فهرست. شما به بعد از فهرست که برسید یک صفحه از آبی هست نوشته تمپوس tempos verbais mais usados. اینجا تقریبا یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه هست از زمانهای مختلف برای افعال در برزیلی. بعد شما متوجه خواهید شد در طول زمان که ما در زبان برزیلی خیلی بیشتر از زبان فارسی زمانهای مختلف داریم و زمانی هست که ما توی فارسی دقیقا بخوایم ترجمه بکنیم مثل پرتغالی وجود نداره. بعد به اینا یواش یواش خواهیم رسید. یکی از قشنگی های زبان پرتغالی است که یک زبان خیلی زیبایی است برای موسیقی و برای رمانس نوشتن. بدونید به خاطر همین گرامرش و زمانهای مختلفی که وجود داره تو این زبان جمله خیلی قشنگ میشه. بعد که شما یواش یواش این زبون رو یاد بگیرید به صورت خوب و حسابی، میبینید که مثلا خیلی قشنگ هست. وقتی که شما یک دونه مثلا مطلب رو میخونی، یک زمان فعلی هست که توی فارسی ما نداریم. سخت است که بخوایم این ابراز بکنیم، بلکه پرتغالی خیلی راحت این ابراز میشه. این زمان میدونید این تابلو فعلا ما باش کار نمیکنیم، چون بخوام باش کار بکنیم خودش چند هفته طول میکشه. میدونید فعلا این تابلو ما داشته باشیم. یک کمی که کلاس پیشرفت کردیم و من سطح کلاس رو بشناسم و که یواش یواش به هم بیشتر آشنا بشیم، بعد برمیگردیم با این تابلو کار میکنیم. خب اینو داشته باشید، این خیلی مهم هست. نوشته تمپوس وربایس مایز اوزادوس، یعنی زمانهای افعالی که بیشتر استفاده میشه. یعنی میگه همش هم نیستن، ممکن از اینم بیشتر باشه، متوجه هستید؟ و بعد ما برمیگردیم به این و یه دونه زمینه دیگه هم داره، اون صفحه هست که زرد هست راجع به علامت هایی که توی این کتاب استفاده میشه. بعد اونم برمیگردیم روش کار خواهیم کرد. اوکی، فعلا میریم به صفحه یک. بعد از این زمینه شما یک صفحه سفید میبینید نوشته بین ویندو، دوباره همون خوش آمدید الینگا پورتوگیزا دو موندو در کومونیکاسام. اوکی، از ما میریم صفحه یک، فعلا شروع میکنیم با همون ترتیب کتاب. ما میریم جلو، بعد شما خب هر چی سوال داشتید از من بپرسید، من وای میستم و توضیح میدم. یه چیز من باید بهتون بگم، من خودم سوال هست که الان وقتی از این آمدن بیرون خیلی جوان بودم و تمام بیشتر عمرم توی خارج گذروندم، یعنی تا دیپلم گرفتم از ایران اومدم بیرون، بعدش دیگه دانشگاه و همه کارم و چیز همش خارج بوده. بعد من یادم تو ایران، امیدوارم الان عوض شده باشه، 100% حتما بهتر شده، نسلهای جدید، معلمهای بهتری داریم و سیستم آموزشی امیدوارم بهتر شده باشه. ولی خب وقتی من نگاه میکنم و سیستم آموزشی ایران، اون چیزی که من توش درس خوندم از کلاس اول تا 12 و بعد شما دارم دانشگاه برزیل و بعد تو کانادا هم دانشگاه رفتم اون چیزا، ولی اینو که یک مقایسه میکنم ببینم که اون سیستمی که من درس خوندم واقعا یک سیستم قرون وسطایی بود، میدونید یک سیستم ترسناکی بود که هنوز من بعد از 35-6 سال، بیشتر تقریبا الان 40 سالی که دیپلم گرفتم، تقریبا نزدیک 40 سال، هنوز من
بعض وقتا کابوس دارم با مدرسه‌م و با معلمام و با امتحانات ایران. میدونی؟ یعنی میخوام بگم که ما باید سعی میکنیم این کلاس ها خیلی ریلکس باشه. میدونی؟ و آموزش جدید. من یادم که معلمان همیشه میگفتن اگر تو یاد نگیری کلاس اول دیگه خاک بر سر شدی. چون نمیتونی بری دوم، نمیتونی بری سوم، نمیتونی بری چهارم. یا اگر بری چهارم تو کلاس چهارم بعد درس بخونی دیگه نمیتونی بری پنجم یا ششم. سو این سیستم بود که معلمان ما به ما کار میکردن و ما همیشه میترسوندن. ولی آموزش مدرن جدید دیگه آموزش پله‌ای نیست. آموزش اسپیرال هست. یعنی همیشه ما یک قدم میریم جلو، یک قدم میریم عقب، یک قدم میریم جلو، یک قدم میریم عقب، میریم جلو میریم عقب، میریم جلو میریم عقب. یعنی همیشه در حال بازبینی دانش‌های گذشته هستیم. یعنی نمیتونیم بگیم نه من فلان چیز شما پارسا خوندید دیگه مسئله خودته. نه اینجور نباید باشه. یعنی باید همیشه بریم جلو بیام عقب و در حال یادآوری دانش‌های گذشته باشیم. یعنی میخوام بگم که شما میتونید هر موقع خواستید بدون کمرویی این سوال بکنید فرزان این چی هست من نفهمیدم، من یادم رفته. میدونید چون مطمئن باش اگر شما یادتون رفته لااقل 30 یا 40% کلاس هم یادشون رفته. اگر شما بلد نیستید لااقل 50% کلاس هم بلد نیستن. میدونید یعنی سعی کنیم بیشتر شرکت بکنیم. میدونم که بیشتر شما احتمالاً زیاد وقت از ایران اومدید بیرون و این چی بهش میگن آدم خودش هنوز اون بلوت توش هست که میترس نکنی ترسی به دوش من میشه یاد خلاصی من با اون سیستم ترسی که یادم میاد که ایران من خودم سالها مسئله داشتم یه برزیل که بود که من خودم ابراز بکنم. من که زبان بلد نبودم بلدم بودم ولی میترسی یعنی رو نمیشه. یعنی یعنی خیلی چیزی که بکنم اون جلد رو از خودم بکنم اون پرده دوران که خیلی بودم در این برازی نمیداد که صحبت بکنم. و اینو میخوام یواش یواش شما هم کار بکنید با خودتون و مسئله هست سوال کنید. ببینید بدون تعارف، بدون رودرواسی و بدون کمرویی. اوکی؟ اوکی. پس ما الان شروع میکنیم این کتاب رو. احتمالا ممکنه چند درس اول برای شما خیلی آسون باشه. اگر هم از کلاس سال قبل یادتون باشه ما تقریبا حدود 4-5 ما کار کردیم و به یک سطح خوب رسیده بودیم. ولی وقتی آدم یک کتاب جدید شروع میکنه باید از صفحه اول شروع بکنه، از مقدمه کتاب شروع بکنه و تمام اون پیشنهادهای اون نویسنده‌هایی که به این کتاب سالها زحمت کشیدن آدم اجرا بکنه تا به اون هدف برسه. اوکی؟ اوکی. بعد خب شروع میکنیم اینجا صفحه اول کتاب نوشته اونی دجی اوم پرازر این کنیسه لو. چی معنی میده این پرازر این کنیسه لو؟ این یه دونه جمله ای هست، اصطلاحی هست که ما باید بلد باشیم و استفاده بکنیم مرتب. پرازر این کنیسه لو. اوکی دوستان، اوکی. پرازر این کنیسلو. وقتی شما با یک نفر آشنا میشید، برای اولین بار یا شخصا یک کسی شما رو به اون معرفی میکنه، بهش چی میگه؟ توش وقت از آشنایی با شما پرازر میتونیسه لو. اگر مرد باشه یا میگه پرازر میتونیسه لو. اگر یک مرد شخصی
این تصویر هست برای کچه با گیر که در جایت میکنه سه نیو شما با گیر آقای آشنا میشید میکنه به میکنه سه نیو وقت با یه خانم آشنا میشید درستی که مثلا اگر شما فقط بگید اگر یک امتاد از شما میگید باید شد آن دید کنه تو زشت نیست درم که زشت نیست خوشبختم اینه که میگی یعنی از آشنایی با شما خوشبختم دقیقا همون حالت که توی فارسی داره وقتی میخواید یک احترام بیشتر بذارید و طرفم در مقابل به شما بیشتر احترام خواهد گذاشت جمله کامله میگید پر از زهر میکنی سلو یا پر از زهر میکنی سله ولی یه دون خانم خواهید گفت اوکی؟ بعد جوابش خیلی چیزا میتونی برید جواب میگید موت پر از زهر درسته؟ او پر از زهر جواب خوبی هست یعنی خوشبختی برای من هست که شما رو شناختم اوکی؟ خب این هم دو تا جمله خیلی کلیدی هست به وقت با یک نفر آشنا میشید یا با دوستتون هستی تنکارتون هستی و یک نفر سوم میاد و اون به شما معرفی میکنه چرا از اون پایه سریه شما میگید این رو شما جواب میدید میگید پر از زهر تو دو میو درسته؟ یعنی خوشبختی همش مال من هست. بون دیر این سه تا پر هست. صبح بخیر. تا ساعت بون دیر. بعد بین ساعت 12 تا 6 شما میگید با ترجیح بین ساعت 12 تا 6 میگید با ترجیح و چرا با میشه با چون میدونید که در زبان پرتغالی ما مذکر و مؤنث داریم جیا مذکر است و با قبلش میاد اصل یا ترجی مؤنث است و قبلش بوا میاد بوا ترجی و بعد از شیش شب یا بعد از جزارتو شما میگید بوا نوچی اوکی بون جیا بوا ترجی بوا نوچی بعد این شما میبینید در تصویر دوم با ترجیح به این آقا با پیرانه با کوت زرد می با ترجیح اون جواب میده اولا کومو وای اولا همون سلام است به فارسی دقیقا همین معنی سلام میده اولا آقا فرزان یه سوال داشتم بله بفهمم تو جواب محیط پارازر نباید بگه او پارازر فوی تو دومه او اگه شما دارید به مثلا طرف الان مستقیم صحبت میکنید که از زمان حال هستید اون به شما میگه پرازه اون پایسه رو این پرازه ات تو دومه او بعد اگه شما دارید در یک موقعیتی هست که دارید مثلا با طرف صحبت میکنید شناختیتش امروز بعد فردا مثلا اون طرف میگه خیلی خوشبخت بودم که شما رو شناختم بعد شما میتونید بگید فرازه پوی تو دو میو چون داره از گذشته صحبت میکنه ولی وقتی شما در حال روبروی یک طرف هستی باش در زمان حال صحبت میکنید خب میشه فرازه تو دو میو چون شما در حال هستید میدونید ولی اگر که یک کمی به عقب برمیگشت میشه فرازه پوی میو میدونید تو مکالمات همه برزیلیا فوی استفاده میکنه تو من اشتباه استفاده میکنه اگر بگیم من امروز داشتم یه دونه چیز دیش میدادم یه دونه
این داشت انتقاد میکرد از وزیر بهداشت روزی این دوزید یه اون سخنرانی کرده کوتاه این سخنرانی کوتاه یه جواب داره فقط یه جواب خیلی اوکی، استاد داشتم جواب میدادم به دوستم، گفتم یه دونه چیز روزنامه‌نگار برزیلی هست اسمش هیناولدو آزیویدو هست، این شاید الان بهترین روزنامه‌نگار برزیلی هست و نویسنده هم هست و هر روز برنامه در رادیو رادیو باند ایران چی برنامه داره ساعت تقریبا 6 شب به وقت برزیل هم کلاس ما شروع میشه. بعد این داشت انتقاد میکرد از وزیر بهداشت برزیل، ویروس خبرنگار ازش یه دونه سوال کرده بود، توی جواب 6 کلمه ای 3 تا اشتباه پرتغالی داشت، متوجه هستید؟ بعد اینو خواستم بگم که بیشتر برزیلی ها اشتباه صحبت میکنن، میدونید بیشتر برزیلیا اشتباه صحبت میکنن، ولی در این مورد خاص که شما گفتید پرازر فوی میو و پرازر امیو، این یک بستگی داره مثلا به زمان و موقعیتی که داریم. اصلا اگر شما دارید به طرف صحبت میکنید اوکی پرازر تو دو میو و پرازر فوی تو دو میو، این بستگی داره، متوجه هستید؟ این زیاد شما نگران این نباشید، ولی در کل شما زیاد اعتماد نکنید به پرتغالی که افراد دوستان برزیلیتون صحبت میکنن. اگر شما خودتون توی کتاب توی روزنامه چیزی میخونید که میبینید با صحبتهای اونا جور نیست، و مطمئن باشید که اونا دارن اشتباه صحبت میکنن. اوکی؟ این فعلا از این پرازر تودومیو و پرازر فوی تودومیو میدونید بازم اونم میشه استفاده کرد، متوجه هستید؟ این زیاد تغییری در جمله نخواهد داد. بعدش داشتیم سوال میکنم از اولا. اولا همون سلام خودمون هست، میدونید؟ اولا سلام خودمون هست و تقریبا یک کمی ادبی و فرمال هست این. بعد اگه دو تا دوست باشن به هم میتونم بگم اوی. اگر خیلی صمیمی باشن به هم میگن ای، میدونید؟ مثلا توی انگلیسی ما دقیقا داریم مشابه همین هلو داریم، های داریم و هی داریم، میدونید؟ وقتی که خب شما نمیتونید مثلا برسید به یک نفر که تازه شناختید، معلمتون، استادتون هستی، دانشگاه، سر کار، همکارتون هست و کسی که برای اولین بار شناختی و میخواد بهش احترام بذاری، بهش نمیگید اوی یا ای. اوی بی تربیتی میشه. ولی اگه مثلا من شما با هم دوست هستیم تو برسان که اوی فرزان، بهش بی تربیتی هم نیست، یه حالت صمیمانه هست. ولی اول چیز رسمی هست، یعنی شما یک کسی اولین بار شناختید خب هیچ وقت بهش نگید اوی، میدونید؟ حتی مثلا کسی هم شناختید چند ماه چند سال میشناسید، خب بهش بخواد احترام بذارید، از شما مثلا 20 سال پیرتر از رئیستون هست، بانم گید اوی، هنش که اولا، میدونید؟ اوی دیگه بین دوستا هست، میگه ای دیگه خیلی صمیمی هست، میدونید؟ دو نفر که خیلی همگی رو دوست دارن، میدونید؟ یک دوست پسر دختر هستن، نامزد هستن، یا تا دوست معمولی هستن، ولی خیلی صمیمیت بینشون وجود داره، میدونید؟ این سه حالتی هست که ما سلام داریم در زبان پرتغالی. بعد خب اینجا در ردیف راست
میبینم دو تا آقای دیگه با هم صحبت میکنن. بوانوی چی؟ تودو بیم؟ اوبریگادو. اون طرفش میگه اوی تودو بیم؟ خب حتی اینو هم دیگه میشناسن. دو تا آقای میانسال هستن با هم دوست هستن. بهش میگه اوی تودو بیم؟ اوی تودو بیم؟ یعنی سلام خوبی؟ اوکی؟ تودو بیمم یک دونه احوال پرسیه غیر رسمی هست، همون خوبی فارسی هست. شما مثلا نمیاد به یک نفری که تازه شناختید یا مثلا میخواید احترام بذارید بینتون صمیمیتی نیست بهش نمیگید خوبی، میگه حال شما چطوره؟ بدونه؟ بس برای این حالت میگه اولا کامو واسه استر، یعنی حال شما چطور است؟ اوکی؟ کامو واسه استر. اوکی؟ پس این حالت هست برای احوال پرسی. اوکی. بعد میشم گفت کومو استواسه. هر دو تا شکل حالت هست، میدونی؟ در پرتغالی فعل بعد از فاعل میاد و بعد از حرفی که برای سوال استفاده میشه، میدونید؟ میشه گفت کومو سه استا، کومو استا و سه. بعد جواب میده، اون ازش سوال میکنه اوی تودو بیم؟ یعنی سلام خوبی؟ تودو بیم؟ اوبریگادو. تودو بیم؟ اوبریگادو یعنی خوبم، همه چیز خوبه. تودو بهم، تودو یعنی همه چیز، تودو بهم یعنی همه چیز خوبه. میگه تودو بهم، همه چیز خوبه. اوبریگادو، متشکرم. بعد با هم خداحافظی میکنن. برای خداحافظی کردن توی پرتغالی برزیل معمولا میگیم چاو. این سه تا به هم صدای چه میده؟ چاو که همون خداحافظی میشه. توی پرتغالی پرتغال به هم میگن آدئوس، یعنی خدا نگهدار. در برزیل شما آدئوس استفاده میکنید وقتی که یک خداحافظی طولانی هست، همون خدا نگهدار فارسی. مثلا طرف میره ایران هست، میخواد بیاد برزیل برای 6 سال، بهش میگید آدئوس، خدا نگهدار باشه. میدونید برای یک دونه خداحافظ برای مدت زمان طولانی معمولا استفاده میشه، ولی معمولا در برزیل هم چا استفاده میکنه، یعنی چا خداحافظ، آدئوس خدا نگهدار. بعد شما باید ببینید بستگی به جایی که داره از کدومش استفاده بکنید. بعد اون طرف اون برای میگه اتامان یا اتلوگو. حتی ما یعنی تا فردا، وقتی طرف مثلا با هم همکار هستم، کلاس هستم و روز بعد هم میگیر میبینم، میگه حتی ما یا، یعنی فردا هم میگیر میبینیم. ولی وقتی که مشخص نیست، حالا فردا میتونه باشه، نیم ساعت دیگه باشه، یا یک ماه دیگه باشه، میگه حتی لوگو، یعنی تا بعد، تا خیلی زود. هر کدوم از اینا رو میشه استفاده کرد. خب مثلا مطمئنن اگر شما با کسی خداحافظی میکنید و مطمئن هستید که اینو فردا نمیبینید، بهش نمیگه حتا مایا. اون طرف میگه چرا حتا مایا، ما که فردا هم دیگه نمیبینیم، فردا مثلا یک شنبه هست، کار و مدرسه نیست.
پس باید بشه ات لوگو یا ات سگوندا. اگر مثلا روزش میدید چه روز هم گیر خواهید دید یا چه هفته، اون موقع میتونید بگید مثلا ات ات سگوندا، یعنی تو دوشنبه، و ات سمانه که بین، یعنی تو هفته آینده. از اون خودتون میتونید با یک کلمه اته که همون تو معنیش میشه، خودتون میتونید شاید ده ها مورد مختلف برای خداحافظی درست بکنید. میدونید اته سمانه که بهم، اته ترسا، اته آنو که بهم، یعنی تا سال دیگه. یه همه چیز میشه بستگی داره که شما چجوری قرار بعدیتون هست و اون این از این اته استفاده میکنید. اصلا کمپلیمنتوس به چه معناست بالاست؟ کمپلیمنتوس یعنی اول پرسی. اوکی، کمپلیمنتوس کمپلیمنتار یعنی اول پرسی کردن. مثلا شما میرسید، شما، من دارم با شما صحبت میکنم، یکی از دوستاتون از اون بر خیابون رد میشه، شما میگی فرزان اسپریون پوکو، فرزان یکم صبر کن، و کمپلیمنتار می آمیگو، و کمپلیمنتار و می آمیگو، یعنی میرم با دوستان اول پرسی میکنم، باهاش سلام اول پرسی میکنم. این فعلش هست. بعدش اسمش میشه کمپلیمنتو، یعنی احوال پرسی. اوکی؟ بعد وقتی که اینجا زده کمپلیمنتوس، کمپلیمنتوس یعنی احوال پرسی های مختلف دیگه، همونجوری که ما دارم بهش کار میکنیم، خوشبختم، خدا سلام، خداحافظ، صبح بخیر، عصر بخیر، میشه کمپلیمنتوس. اوکی؟ و خیلی احتیاط بکن، احتیاط داشته باشید. کمپلیمنتو، این خیلی تلفظشم کمپلیمنتو، کمپلیمنتو، او و او خیلی تلفظشم با هم شبیه هست. میدونی خود برزیلیام خیلی اشتباه میکنن، خیلی خیلی، هم برای نوشتن و هم برای تلفظ. میدونی کمپلیمنتو یعنی طول. مثلا شما یه دونه چیز دارید، چی بهش میدونیم، مستطیل دارید، کمپلیمنتو، این کمپلیمنتوش هست، یعنی طولش هست، درسته؟ یعنی طول، طول این مستطیل. اوکی؟ این آلتور هست، یعنی ارتفاع. اوکی؟ پس یا حواستون باشه، کمپلیمنتو، کمپلیمنتو یعنی اول پرسی، کمپلیمنتو، 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 خیلی شبیه به هم تلفظ میشه. ولی خب دیگه بستگی به جا شما میفهمید که مثلا منظور کدام هست و کدام نیست، درسته؟ اوکی، اینجا یک دونه ویزیت کارت هست، درسته؟ که روش اطلاعات راجع به یک نفر نوشته، بعد بغلش نوشته که دقیقا چی میخواد بگه. میو نومی کارلوس هنریکی، میو نومی، درسته؟ وقتی میو میو نومی یعنی اسم من، میا کانتا یعنی خودکار من. ببین وقتی که شما برای یک
اسم مذکر میخواید حالت تصاحبی بهش بدید، از میو استفاده میکنید. میو نومی، چون نومی مذکر هست. کانتا خودکار است، مؤنث هست. می کانتا فامیلیا، فامیلیا، فامیلیا یعنی فامیل، مؤنث است. معمولا کلماتی که با آت به ا تموم میشه معمولا بیشتر موارد مؤنث هست، ولی بعض وقتا هم نیستن میدونید، ولی بیشتر مواقع چی می فامیلیا. اوکی، توی فارسی چون ما مذکر و مؤنث نداریم یکمی برامون سخت است و اشتباه زیاد میکنیم، ولی فکر نکنید که فقط شما اشتباه میکنید. همون جریان که براتون تعریف کردم که اون روزنامه‌نگار داشت انتقاد میکرد، وزیر بهداشت برزیل توی یک جمله با 6 تا کلمه دو بار جای مذکر و مؤنث با هم اشتباه گرفته بود. مطمئن این نباید دلیلی بشه که شما بخواید کمرو باشید و صحبتتون رو نکنید. متوجه هستید؟ بهتر شما اشتباه صحبت بکنید تا اینکه اصلا شما صحبت نکنید. این خیلی مهم است. میدونید؟ یه استثنای جالب جناب استاد، کلمه جیا هست که با اینکه آخر کلمه ای داره ولی مذکره. اجازه بدید. یه بار دیگه بگید لطفا. یه استثنای جالب در این مورد کلمه جیا هست، بوم جیا. جیا با اینکه آخر کلمه ای داره اما مذکره. دقیقا 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 درست میگید. جیا یعنی روس، درسته؟ آخرش ای هست ولی مذکر هست. میدونید؟ همچون که مهراد گفت این یک استثنای جالب هست، ولی اگر بخوام حساب بکنیم شاید بیشتر از 99% هم بیشتر کلمه‌ای که به ا تمام میشن مؤنث هستن و کلمه‌ای که به او تمام میشن مذکر هستن. میدونید اینم استثناء است، خیلی کم. حالا توی ا بیشتر استثناء هست. میدونید؟ اوکی، پس میریم الان سراغ بعد میگیم میونومی کارلوس هنریکی Eu sou brasileiro. Eu sou یعنی من برزیلی هستم. Eu sou brasileiro. Trabalho para o grupo Acor. Acor. Na ticket. من میگم چیکه چی. تیکت انگلیسی، ولی وقتی میخوام رو پرتغالی تلفظ بکنم میگن چیکه چی. برای اینکه برزیلی ها معمولا ت و ای که به هم میاد اینا چی میگن. درسته؟ چی که چی؟ مثل خودشون سعی میکنم تلفظ بکنیم. من نومی کارلوس انریکی ایو سو برازیلیرو تراوالی پارا گروپو ایکور نه چی که چی؟ سرویسوس، سرویسوس، سرویسوس همون سرویس هست که توی فارسی انگلیسی هم استفاده میکنیم. سو کوردنادور، کوردنادور یعنی مدیر، ناظم، کسی که یه چیزی رو رهبری میکنه. سو کوردیناتور سیستم است، یعنی من این کوردیناتور سیستم ها دیگه میشه یک دونه شو. کوردیناتور سیستم است مویت پرازر، یعنی من کوردیناتور سیستم است، یعنی کسی که برنامه ریزی سیستم میکنه. کوردیناتور سیستم است کوردینار یعنی مدیریت کردن، نظامت کردن. مثلا کوردینادور میشه ناظم. مثلا تو مدرسه ها وقتی شما میخواید برید دنبال ناظم باید بگید که رو فالار کن او کوردینادور، او کوردینادورا، وقتی که ناظم زن هست. ولی خب اینجا یک دونه شغل هست، کوردینادور سیستم است.
یعنی برنامه ریز، یعنی شغلش برنامه ریزی هست، برنامه ریزی هست. محیط پلزر خیلی خوشبختم خودش معرفی میکنه، میان ما میکال و سنری که ایو سو برازیلیرو تراوال پارو گروپ و ایکور نکچیه که چی سرویس هست، چیک سرویس هست سو کوردنادور چی سیستم هست محیط پلزر. الان شما چی کار بکنید؟ هر کدوم از شما سریع یه دونه جمله درست بکنید. اسم من فرزان هست، من ایرانی هستم، من کار میکنم مثلا فلانجا و من یا دانشجو هستم، معلم هستم، پزشک هستم، خیلی خوشبختم. شما سعی کنید این جمله رو الان بنویسید همتون، بدون حالا اشتباه هم بنویسید مسئله نیست، میدونید اینو سعی کنید این جمله رو بنویسید بدون هیچ گونه ترسی. متوجه دارم که من قبلا گفتم بهتر است اشتباه صحبت کنید، اشتباه بنویسید تا اینکه اصلا ترس داشته باشید صحبت بکنید. اوکی خیلی عالی. ایو سو فایزه سو ایرانیان ایو سو استودانچی برازیل مویت برازیل عالی. بعد دوستا من بعضی چیزها رو اصلاح میکنم و فقط نه که مثلا اصلاح برای شما هست، برای همه هست. یعنی چی بهش میگم؟ این ناراحت نشه اگه من جملاتون اصلاح میکنم، اوکی؟ چون میخوایم باهاش یاد بگیریم. ولی یواش یواش من اینا رو یکی اصلاح میکنم. مهراد ایو سو مهراد سو ایرانیان و سو استودان چی؟ نه او افی اهی جیوتا مویت برازیل ایو سو الناس سو ایرانیان و میو کمپوچ ترابال افیز پرفیتو استو استودان چی؟ اوکی عالی مهراد ایو سو آذر ایو سو ایرانیان و سو انجینیر اولی ایو سو سچی ایو سو ایرانیان ایو سو استودان چی؟ نه اوسپی مود پرزه اوکی عالی عالی خیلی عالی. یک دونه چیز که من دیدم اینجا چون بیشتر از یک بار گفته شد و عادی هم هست، میدونید هیچ ناراحت نباشید. در پرتغالی ما دو فعل بودن داریم، برخلاف فارسی ما فقط یک فعل بودن داریم. در پرتغالی ما دو فعل بودن داریم، سر سر و استار. اوکی سر بودن مطلق هست و استار بودن نسبی هست. مثلا وقتی که میگم من مریض هستم، من مریض کمیشه نیستم، به غیر از این که واقعا من یک مریضی داشته باشم که کرونیک باشه برای همیشه باشه، میدونی تا آخر عمرم، میدونی مثلا اگر من سرما خوردم میگم من او استو گریپ بادو، درسته؟ او استو گریپادو، چون سرماخوردگی فردا دو روز دیگه حل میشه. اگر که مثلا من چیز دارم، مرض قند دارم، خب یه چیز هست که برای همیشه هست دیگه. یعنی ایو سو جیا بیرچیکو، چون یک دونه چیز مطلق هست. اوکی؟ ایو سو جیا بیرچیکو، چون برای همه عمر من جابش خواهم بود، ولی سرماخوردن فردا تموم میشه، پس باید از نسبی استفاده کنم برای مطلق، از برای جابش و از مطلق.
وقتی که شما شغل دارید، شغل یک چیز مطلق هست. ایو سو انجینیرو، ایو سو فیزیکو، من فیزیکدان هستم. اوکی، ایو سو ماتماتیکو، من ریاضیدان هستم. ایو سو میجیکو، نمیگه ایو استو میجیکو، چون شغلت هست. و دانشجو و دانش آموز بودن در برزیل یک شغل حساب میشه. پس بنابراین وقتی که میگید من دانشجو هستم، ایو سو استودانچی، شما نمیگید ایو استو استودانچی. اوکی، اینا خیلی دقت بکنید. اوکی، مثلا میگه خودتو معرفی میکنم به یک نفر که من دانشجو هستم در دانشگاه ریو دی ژانیرو. ایو سو استودانچی جی فیزیکا، من دانشجوی فیزیک هستم. نه اوسپی، توی دانشگاه استانی سان پاولو. اوکی، خب اینو دیدم چند تا شما از دوستان نوشته بودید، اینو دقت کنید. برای دانشجو، دانش آموز، برای شغل شما از سر استفاده میکنید. اوکی، وقتی شما میگید من ایرانی هستم، شما ایرانی هستی برای همیشه دیگه، یه چیز مطلقی هست، میدونید؟ سو ایو سو ایرانیانو. اوکی، این باید از سو استفاده بشه. ایو سو آذر، ایو سو ایرانیانو، آلی سو انجینیرم، آلی ایو سو. اوکی، و آخریش ایو سو احسان، سو پرسا. اوکی، ایو استودانچی اونیورسیتاش فدرال میناس جرایس، سو علی ایو سو دو ایران، باس پسکیزادور دکتراد و ایم انجینیری الیتریکا ایم اونیسپی آلی. اوکی، فاسو پسکیزاس. اوکی، او سو پسکیزادور. بیان اگر میخوایی بگی من محقق هستم، سو پسکیزادور. اگر میخوایی بگی من تحقیق میکنم، فاسو پسکیزاس. نمیگی من ایو فاسو، ایو سو فاسو پسکیزادور. وقتی میگم فاسو پسکیزادور یعنی من درست میکنم محققو. ایو فاسو پسکیزاس. ایو سو سیامک، ایو سو ایرانیانو، ایو سو پروفسور جیونیورسیدادی عالی. اوکی، ایو سو رضا، استو استودانچی، سو استودانچی، همون مسئله. اوکی رضا، همون مسئله که بالا سه چهار تا از دوستان همین موضوع رو گفته بودن. سو استودانچی که بوم که واسه اولتو مه پروفسور. اوبریگادو رضا جان، ممنون. امیر، مه نامی امیر، ایو سو پسکیزادو، موت برازه، عالی. یه چیز که میخواستم بهتون بگم، خیلی مهم هست، این خیلی مهم هست. وقتی که توی فارسی میگیم من فرزان هستم، من سیامک هستم، من امیر هستم، اوکی؟ توی پرتغالی هم میشه گفت، ولی این یک چیز، چی بهش میگن؟ توی روانشناس بهش میگن اگو، به پرتغالی میشه اگو سنتریکو، و انگلیسی میشه ایکو سنتریک، یعنی همه چیز به من برمیگرده، تمام دنیا، میدونید؟ یک حالت مغرورانه میشه، میدونید؟ اشتباه نیست ولی مغرورانه میشه. ایو سو فرزان، بهتر است که بگید میو نومی فرزان، همونجور که شما اونجا میبینید میو نومی کارلوس. اوکی، این خیلی بهتر است. این یعنی این چی به این میرسونه، چی بهش میگم توی فور الان تواضع رو میرسونه. میو نومی فرزان، وقتی بگید ایو سو فرزان، من خودم میبرم بالا، ولی وقتی بگید میو نومی فرزان، من خودم رو متوازه نشون میدم. و تواضع آخرین پله دانایی هست. اینو جبران میگه، میگه اومیلداجی یعنی تواضع. من برات میمیسمش. آقا فرزان، اگه بگیم میشام فرزان، بله
اینم خوب است، اینم خوب است، اوکی اینم خوب است. بگیم من حالا داره برمیگردم همون میزداره چی؟ میگه تواضع آخرین پله، اوچم یعنی آخرین، دگراو یعنی پله دانش است. وقتی میگی اوسو ببینید که این توی فارسی همینجه هست، وقتی بگید من، ببینید توی مقصد ما ایرانی که دیگه خودمون مخترعان عرفان هستیم توی دنیا، همون عرفانی که با ناصر خسرو و مولوی و عطار شروع شد و الان تمام دنیا رو تسخیر کرده، الان بعد از 1000 سال غربی ها اون عرفان ما رو شناختن و دیوونش شدن، میدونی؟ یعنی هنوز بیشتر شناخته خواهد شد، هنوز بیشتر. مثلا کتاب مثنوی مولوی توی آمریکا پرفروش در این کتاب هست، توی برزیل هم همینطور، این کتاب مرتب چاپ میشه و سریع تمام نسخهاش به فروش میره. میدونی که توی عرفان فارسی کلمه او وجود نداره، یعنی من همش میگه من وجود نداره، منو تموم کنید، ما همیشه ما هست، میدونید چیزی به اسم من وجود نداره. وقتی که بگید او یعنی من چیز هستم، اشتباه نیست، 100% درست است، میدونید، ولی یک حالت مغرورانه میرسونه، میدونید. وقتی بگید میونومی مهراد، این حالت همون میرسونه 100% به حالت متوازن. همین اینم بگید میشام و مهراد، اوکی اینم هنوز خیلی بهتر از این هست، میدونید اینا خیلی بهتر از این هست، ولی فقط نمیخواستم بگم که اشتباه نیست، ولی بهتر است. مثلا وقتی که یه نامه شروع میکنی به یک نفر، یا میری یه جا میخواد خودتون معرفی بکنید برای یک دونه مصاحبه، نگید اوسو، بگید من نامیه، میدونید. امیدوارم منظورم تونسته باشم براتون بگم. اوکی خب الان ببینیم بعد از اون داره میگه جیاز ده سمانا، روزهای هفته، روزهای هفته سگوندا فیرا ترسا فیرا کوارتا فیرا کینتا فیرا سستا فیرا سابادو ای دومینگو. اوکی میبینید که سگونده سگونده فیرا یعنی دوشنبه، ترسا فیرا سه شنبه، کوارتا فیرا چهار شنبه، کینتا فیرا پنج شنبه، سستا فیرا شنبه، تا میرسیم به سابادو و دومینگو. ببینید اینجا بالای سابادو اسنتو هست، پس شما اینجا نمیکشید سابادو، نمیگید سابادو، اگه این اسنتو نداشت میشه سابادو و این اسنت میشه سابادو، این قسمت کشیده میشه، اینجا اسنتو نیست، پس سیلاب ما قبل آخر کشیده میشه. دومینگو ببینید مثلا اینجا 30% 40% بیشتر کشیده میشه تا این دو، تا این او،
اینجا مثلا کشیده میشه 30% بیشتر تو این به اینجا سابادو دومینگو، وقتی که اسنتو نیست شما روی معمولا روی سیلاب ما قبل و آخر باید بیشتر بکشید. اوکی؟ بس و میبینید که بین سگوند و فعل همیشه خط فاصله هست. اوکی؟ معمولا میشه گفت فقط سگوند، ترسا، کوارتا. اوکی، ولی درستش هست که سگوند فعل، ترسا فعل، کوارتا فعل، کینتا فعل، سستا فعل و سابادو دومینگو. میدونید که چه اولین روز هفته چه روزی است؟ سگوندا. اوکی، سگوندا. ایده هیچ چیز پیشنهاد دیگه نیست بغیر از سگوندا؟ سابادو. خب پیشنهاد بعدتون چی هست؟ سگوندا. دومینگو. دومینگو. اولین روز هفته باور کنید یا نه یک شنبه است. دومینگو اولین روز هفته است. دومینگو سگوندا. درست که دومینگو آخر هفته حساب میشه، ولی از لحاظ تقویم دومینگو اولین روز هفته است. و شما میبینید اون بالا این تقویم که اونجا هست با دومینگو شروع میشه. دومینگو، بعدش سگوندا، ترسا، کوارتا، کینتا، سستا، سابادو. اوکی؟ پس دومینگو اولین روز هفته است. من برای کار معمولا دوشنبه است اولین روز هفته، این حرفی روش نیست، ولی اولین روز هفته دومینگو هست. الان دوستان فقط من باید 5 دقیقه برم بیرون، شما یک بار دیگه همون جمله بالایی رو درست بکنید و سعی کنید این اشتباهاتی که توش بود الان دیگه نکنید. مثلا وقتی میگید من دانشجو هستم، ایو سو، بعد خودتون رو با می و نومیه نگید که ایو سو برفرض فرزان. شما ببینید اسم من 5 دقیقه برمیگردم خیلی سریع که دوستان برگردیم اینو دوباره تصحیح میکنیم چیزا رو. اوکی، من نومی ندا، یو سو ایرانیانا، موت پرازه، عالی، یو سو احسان، سو پرسا. اوکی، اوکی، نه بریم جدیدشو، قدیمی هست. اوکی، دومینگو، من نومی فایزه، یو سو ایرانیانا، سو استودانچو برازیل، موت پرازه، عالی، این پرفیتو بود. مونا، من نومی مونا، سو ایرانیانا، eu sou empresária, não mais era não, sou engenheiro de computação. Olhe, só وقتی مونا چون شما جنستون مؤنثه است، دیگه eu sou engenheira. Engenheira de computação. Olhe, muito prazer. Siamak, meu nome é Siamak, eu sou iraniano. Eu sou professor de universidade. Olhe, فائزه، توی گرنج دو سول، خیلی، نه، این که نیست. علی، من نامی علی، ایو سو ایرانیانو، ایو سو استودانچی. علی، پرفیتو. من نامی رزا، ایو سو استودانچی نو ایمپا، مویت پرازر، این کنیسر واسیس. علی، ببین وقتی که مویت پرازر این کنیسر، این موت پرازر این کنیسه لوس. اوکی، کنیسه لوسه از لحاظ گرامری درست نیست. بعد همچنین که میگید پرازر کنیسه لو به یک نفر میگید، برای جمع میشه برازر این کنیسه لوس. اوکی، توی صحبت معمولی 100% بیشتر مردم همون کنیسه لوسه استفاده میکنن. میدونی
ولی اگر بخواییم درست یاد بگیریم میشه کنیسه لوس. منومی اسه چی؟ ایو سو دو ایران ایو سو استودان چی نووس بی موت پرزه آلی اوکی. بعدش دیگه داریم ایما منومی آذر آلی ایو سو ایرانیان ایو سو انجینیر اند ای آرکیتیتا آلی آلی یعنی چی درست هست. رضا منومی رضا موت پرزه به نامی سلمان موت برزه عالی همه عالی بود. همه یک فقط یک سری جزئیات کوچیک به همچی گفتم این فقط مسئله من و شما نیست، ولی چون مطمئن هستم که شما میخواید لاغر توی این کلاس پرتغالی درست یاد بگیریم من این نکته رو به شما میگم. مثل این که مثلا گفتم برزیم کنیسه لوس، معلومه که بیشتر برزیلیا میگن برزیم کنیسه و سیس درسته؟ ولی درستش کنیسه لوس هست. اوکی داریم الان سراغ بعدش بینیم چی داریم. آلفابیتو یکی این درس اول فقط چیزای خیلی ابتدایی است. درسته و درسای بعدی است که ما وارد گرامر و این چیزا میشیم و بیشتر چیز یاد خواهیم گرفت. آلفابیتو پرتغالی A, B, C, D, E, F, G, G, I, J, K, L, M, N, O, P, K, E, S, T, U, V, W, X, X, Y, Z, اوکی؟ من اینو که الان تلفظ کردم واقعا مطمئن نیستم، چون هیچ شخص لازم نشد که بخوام مثلا آلفابت پرتغالی رو بخوام از الف تا ز بگم، ولی همینجور باید باشه. سه تا کلمه که سه تا حرف که قرمز زده که دبلیو و ایپسلون که اینا بهش میگن، اینا حرفایی بود که تو چند سال قبل جزو آلفابت برزیل محسوب نمیشده، ولی الان توی قانون جدید زبان برزیلی که چند سال پیش تصویب شده و در تمام کشورهای پرتغالی زبان ازش استفاده میشه، این سه تا حرف هم جزو آلفابت برزیلی اضافه شده. یعنی دقیقا میشه همون 26 تایی که ما توی آلفابت انگلیسی داریم. اوکی بعدش میریم صفحه دو از همین اونیداد وان افیرماتیو و نگاتیو و اینتروگاتیو. ببین ما توی فارسی هم همینجور داریم دیگه، یک جمله میتونه امری باشه، میتونه منفی باشه و میتونه سوالی باشه. درسته؟ یعنی سوال داریم، سوالی، منفی و افیرماتیو میشه امری. درسته؟ درست میگم یا نه؟ بله استاد درست. درست اوکی. ما توی پرتغال همین حالت رو داریم. بعدش زمانهای مختلف داریم که شما اون سه تا تابلو رو دیدید که ما ده‌ها زبان زمان مختلف داریم. اونا رو باید با زمان یاد بگیریم و خیلی باید تمرین بکنیم. ولی خب در ساختار اصلی زبان مثل هر زبان دیگه‌ای فکر کنم تمام زبان‌های دنیا مثل هم باشن دیگه، ما امری داریم افیرماتیو امری نگاتیو که منفی و اینتروگاتیو یعنی سوالی. اوکی این سوالات مختلف داریم. توی زبان پرتغالی افیرما چیه با فاعل به اضافه فعل به اضافه بقیه کلماتی توی جمله میاد.
نگاتیو و منفی فاعل به اضافه ناو به اضافه فعل به اضافه باقیه کلمات جمله میاد. این توگاچیوا فعل قبل از فاعل میاد. فعل به اضافه فاعل به اضافه باقیه جمله. ببینید توی فارسی ما فعل رو همیشه آخر جمله میاریم. درستش آخر جمله است. ممکن تو صحبت‌های معمولیمون حتی دوم یا وسط بیاریم ولی درستش آخر است. در پرتغالی فعل بعد از فاعل میاد. اگر بخوایم منفیش بکنیم فقط کافی است یه دونه ناو بذاریم جلوش و این منفی میشه. اگر بخوایم سوالی بکنیم فقط کافی است جای فعل و فاعل رو با هم عوض بکنیم. اوکی؟ اینو باید در کلاس آینده با هم کار بکنیم. فقط من یه دونه مثال میزنم و بعدش دیگه کلاس امروز رو تعطیل میکنیم. مثلا مونیکا استاد یه مطلبی افرماتیو معنی جمله مثبت میده. یکی از دوستان نوشتن درسته افرماتیو با ایمپراتیو اشتباه گرفتن. درست میگید شما درست هست. منم خودم دوش الان شک بودم درست هست. افرماتیو میشه مثبت، نگاتیو میشه منفی و اینترگاتیو میشه سوالی. مذارم اینجا من دیگه بعد از این همسا پرتغالی صحبت کردم اینجا قطعی کردم. مذارم ببین سوالی همون فاعل هست به اضافه فعل به اضافه باقیه آخر جمله سوال میاد و فقط باید لحن را سوالی کرد. معذرت میخوام من اینو قاطی کردم انگلیسی. اوکی مونیکا انفرمیرا یعنی مونیکا پرستار هست. مونیکا ناو انفرمیرا. یعنی مونیکا پرستار نیست. بعد سوالیش مونیکا اینفرمیرا. این جمله مثبت و سوالی این هم هست فقط باید لحن رو عوض کرد و علامت سوال گذاشت آخرش. ببینید مونیکا اینفرمیرا. مونیکا اینفرمیرا شما تایید میکنید. مونیکا اینفرمیرا. مونیکا اینفرمیرا لحن سوالی میکنید. میدونید که فارسی هست وقتی لحن سوالی با لحن مثبت یا منفی فرق داره. مونیکا ناو اینفرمیرا. مونیکا پرستار نیست. اوکی دوستان برای امروز فعلا همین. حالا انشالله کلاس بعدی دیگه از تجربات امروز استفاده میکنیم. وقت رو زیاد از دست نمیدیم. با کامپیوتر بهتر کار میکنیم و بیشتر میتونیم سریعتر بریم جلو. بعد الان پیشنهاد من به شما خودتون صفحه 2 تا 5 رو سعی کنید بخونید. اوکی؟ بعد هفته دیگه انشاءالله ما این صفحه 2 تا 5 رو کار خواهیم کرد. اوکی؟ بس برای امروز فعلا همین و انشاءالله تا کلاس بعدی.